بسم الله الرحمن الرحیم. بحث انتظار یه بحث جدیست که در بین همه ادیان الهی بوده و اگرم بخوایم تحلیل بکنیم که چرا، فکر میکنم به این دلیل که ادیان الهی چون یه دینهایی بودن که بنا بوده باقی باشن، همیشگی باشن، بمونن، پس مجبور بودن که امید بدن و خبر بدن و بخواهند که مردم به انتظار حادثه قریب الوقوع باشن. بنابراین وقتی که ایطور هست از نظر روانی، انسان وقتی که حالت انتظار داره، این خودش یه فعالیتیست، یه تلاشیست در اون سمتی که میخواد اتفاق بیفته و بشه. بنابراین ادیان الهی وعده میدادن که یه کسی که صالح او ظهور خواهد کرد. در قرآن هم هست، میفرماد که ما گفتیم من بعد ذکر، در تورات آوردیم این نکته را، در انجیل هست که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح من وارث زمین میشن. وقت دقت کنید، وقتی گفته میشه که بندگان صالح من، هدف رو هم روشن کرده، یعنی اون کسانی که میتوانند یاری کنند رو هم ویژگی هاشون رو گفته تا اینکه سمت بده، جهت بده به اونهایی که میخواهند در این حضور شرکت کنن، توجه داشته باشن که چی باید بشیم، کی باید باشیم. صالح باید باشیم. اگر کسی خواهان اینه که قیام صالحان را شرکت کند، خود باید صالح باشد. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. دو تا ویژگی رو اینجا میفرماد، یکی عبادی یعنی بندگی من کنه، خدای تعالی میفرماد به بندگی خدای تعالی درآیه و بعد صالح باشه. پس هر صالح بودنی هم کافی نیست. یه بحثی اخیراً خیلی مطرحه تو دنیا که چطوره که آدم صالحی باشه ولی دینی هم نداشته باشه. دارن تفکیک میکنن بین این، آدم اخلاقش خوب باشه اما دین نداشته باشه، چه ضرورت داره دین داشته باشه؟ دروغ نگه، مال مردم نخوره، احترام به مردم بگذاره، مؤدب باشه، مردم دوست باشه، حقوق جامعه رو مراعات بکنه، خوب و بد رو بفهمه، خوب و بد رو مراعات بکنه، اما دین نداشته باشه؟ چه ضرورت داره خدا رو هم قبول داشته باشه؟ چه ضرورت داره که رسول خدا رو هم قبول داشته باشه؟ قیامت رو قبول داشته باشه؟ حالا وقت بحث این نیست. اگه من مطرح میکردم این رو، ما چنین چیز رو غلط میدونیم، یعنی اخلاقی که منتسب به بندگی خدا نشه ارزشمند نیست. وقتی میتواند انسان رو به کمال مطلق برسانه این اخلاق که بر بستر دینداری و دینمداری قرار بگیره. اگه بنا باشه که من اخلاقم خوب باشه به خاطر دنیا، این خیلی فرق میکنه با وقتی اخلاقم خوب باشه به خاطر آخرت. میگه ما اعتقادی داریم کسی میآید، او رو فقط صالحان، کسانی که بنده خدا هستن میتوانن حمایت کنن. اول بندگی، یعنی تکلیف مدار، وظیفه مدار، نگم که خدا ازش چی خواسته، همونو جدی میگیره، به دنبال جلب رضای خداست، نه جلب رضای مردم، نه جلب رضای مال، نه برای رسیدن به شهوات، نه برای رسیدن به مقام، اینا هدفش نیست، بلکه هدف اصلیش رسیدن به خدای تعالی است، یعنی قرب به خداوند. وقت ای صالح هم هست، یعنی اون صالح بودنش اگه دقت کنی بر مبنای بندگی خداست. این لبخندش نه برای اینه که پولش دادن که بزنه لبخندی، نه، چون خدا گفته بندگان منو باید بخواهی، چون خدا گفته مردم رو احترام کن، چون گفته دوستشون بدار، چون گفته باش 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 هستن. خیلی فرق میکنه. این تیپ افراد، این شخصیت ها هستن که اینها وارث زمین میشن. این مال حالام نیست، این از دیرباز انبیاء الهی وعده یه چنین روزی رو میدادن که یه عده بندگان صالحن اینا میان و بعد اینا میتوانن. شما نگاه کنید هر چه ما در قرآن داریم شبیه به همینه، یعنی آنن بحث دین و دیانت و بندگی و عبادت و اینا رو مطرح میکنه. بذارید یکی دوستاشو نشونه بدم. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله برای شما خیر محض است به شرطی که مؤمن باشید. معمولا هم مؤمن وقتی گفته میشه ممکنه گفته بشه ایمان به چی، یعنی متعلق ایمان چیه،
دو چیز هست، یکی به خدای تعالی، یکی به قیامت. یؤمنون بالغیب که یکیش خداست که پیدا نیست و یکیش هم قیامته که پیدا نیست. ایمان داره، ایمان به قیامت و ایمان به خدای تعالی. کسی که ایجوره بقیت الله برای او خیره، ارتباط میتونه برقرار کنه. خیر یعنی بهترین، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. باز شما دقت کنید، وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اصلا ما اینا رو مکنت میدیم رو زمین، ما اینا رو قدرت میدیم رو زمین. آیا برای خود قدرت؟ نه، قدرت خودش هدف نیست، هدف چیز دیگه است. اون دینی که خدا راضیست اینا داشته باشن برای که او جا بیفته. حالا همین، حالا همه مسلمون شدیم تمومه؟ نه، بازم نه. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و برای اینکه خوف بدل به امنیت بشه، بعد از خوف به حالت امنیت بیان، اینو تبدیل کنیم به امنیت. باز که چی بشه؟ خود این هدفه؟ نه. حالا میگه وقتی احساس امنیت کردیم، راحت گرفتیم، خوابیدیم، رسیدیم، پس چی میخواد امام است؟ چیکار میخواد بکنه؟ آخرش اینه، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، برای اینکه بندگی من کنن و شرک به من نیاورن. یعنی اون چیزی که عامل اصلی خلقته او تحقق پیدا بکنه، برای اینکه برسن به ته کار، هدف اصلی تامین بشه. خیلی خیال میکنن عدالت هدفه، عدالت هدف نی. وای که عدالت خیلی عالی است، جزء به اصطلاح اهداف عالیه است، اما عالی ترین نیست، آخرین نیست. عدالت بشود که چی بشود؟ هر چیزی جای خود قرار بگیرد که چه بشود؟ فکر کنم که بندگی خدا بشود، اونی که انبیا براش اومدن تحقق پیدا بکنه، اون آخر کار. اگر عدالت نباشه به این نمیرسیم، به بندگی نمیرسیم اگه عدالت نباشه. ولی این آخر نیست، اینو توجه داشته باشید. اگه صالح نباشیم حکومت صالحان تحقق پیدا نمی کند، ولی این آخر نیست. آخرش کجاست؟ برسه به بندگی الهی که قرب به... حالا ممکنه بگید بندگی برای چی؟ برای که قرب به خدا حاصل شود، برای که به اون نزدیک شویم. برای که به اون نزدیک شدی، وقت او میتواند به تو بدهد اون که میخواهد، اون چه میخواهد، ولی نمیتونه. نه اینکه او قدرت نداره، او قدرت داره، تو خیلی ضعیفی. یعنی ببینید مثل یک لامپ مثلا 5 ولت، 15 تا 7 تا، اینا نمیشه مولد برق رو، اون برق های سفازی که از صد میاد وز کنی به این، به هزار تا اینا ما که وز کنی همشون میترکن، اینا نمیتونن از اون برق استفاده کنن. هی علت دوام بین راه ترانس میخوان، نه، جوری بشود که بتوانند بهتر بگیرن، بیشتر حیات پیدا کنن، درک معنویات بهتر بکنن. ببینید حتی من فکر میکنم زمان ظهور اینجوری نیست که آقا وقتی میان تمام دوزار رو دست بزنه، دستاشونو ببرن. اگه این کار بکنن باید همه اونو دستمون ببرن، جربن آباشه دوز بگیرن، هر که در شهر هست گیرن دیگه، کیه که نکنه این کار. اون تو اداره کم کاری میکنه دوزیه، او رشوه میخوره دوزیه، او یکی نیست کمکاری. خلاصه بد بگم نترس، هممون در دزدی مهارت خوبی داریم. مگه دزده اونو که فقط از دیوار بالا میره؟ اونو که قدیم بودن بین راه میوردن برن کربلا جلو راه مردم رو میگرفتند و اینا دوز بودن، ها؟ ما دوز نیستیم، ما مال مردم رو اجحاف نمی کنیم، ما تو ساخت و سازامون ملاحظه همسایه رو میکنیم. اصلا اگه شهرداری یک کمی کتابیات، حتی حاضریم وسط خونه طرفم بالکون بزنیم. نیست اینجور؟ نمازم میخون. واقعا فکر کنه چیکار میکنه آقا؟ بنده فکر میکنم اینجور نیست که آقا وقتی میاین یه مرتبه شروع کنه، اگه بخواه این کار بکنم به همه مونه دست ببرن، اینجور نمیشه. چیکار میکنه؟ در بعضی روایات هست عقل انسان ها در زمان ظهور رشد میکنه و 40 برابر میشه. امام دست مبارکش رو سر اینا میگذاره، حالا ممکنه اراده کنن چجور، که عقل اینا 40 برابر میشه. آدم وقتی عاقل شد خیلی چیزا رو میفهمه، میفهمه اینو نباید بخوره، اینو باید بخوره، ای بده، ای خوبه، ای دزدیه، ای حلاله، ای حرام. اگه دزدا بدونن که چی دارن میخورن، خب نمیخورن. اگه معرفت پیدا بکنه که با این کارش چی داره از دست میده، اگه بفهمه که برترین کار خدمت به مردمه،
و من دارم اینو نفله میکنم، الان یه فرصتیست بهش که ندادم، حالا امرو حالشو ندارم، فردا وقتش نیست، نمیشه بریم هر روزی چهار ماه گذشت هیچ کاری هم نکردی. مال بی‌معرفتیست. وقتی بی‌معرفتیم بندگی رو نمیفهمیم یعنی چی. بندگی نمیکنیم، بندگی غیر او میکنیم، چون خیال میکنیم دیگری چیزی داره، خیال میکنیم دیگر چیز چیزه، برای همین دنبال او میریم. خیال میکنم که مثلا اگه من پول داشته باشم همه چی درست میشه، دنبال پول میدوام. خیال میکنم مقام داشته باشم پس دنبال مقام میرم. خیال میکنم شهوات جنسی مهمه و دنبال این میرم. اما اگه فهمیدم اینا نیست، رسیدم به این معرفت، با بندگی فقط خدا میکنم، دیدم هر چی که من دوست بدارم بهترش خدا داره. چون چی میخواد؟ چون من بگو چی دلت میخواد، حتی این چیزهای مادی، اگه شهوت دنیا بخوای، اگه پول بخوای، اگه مقام میخوای، شهرت میخوای، دل مردم رو میخوای، آبرو میخوای، چی میخوای، همه اینا به خدا در بندگی خدا بهترینش حاصل است. اگه این آدم بفهمه خدا رو کنار نمیذاره، با بندگی او میکنه، بندگی او انسان رو میرسونه به آقا. یه عده درست وقتی بندگی خدا کردن، اصلا من فکر میکنم زمینه ظهور فراهم شده است، مطابق به اینجا رسید. بندگی کنید برادرانم، خواهران عزیز، بندگی خدا بکنید، این شد آدم میرسه. و انبیا شما نگاه کنید، قشنگ هدفشون همین بود، مردم رو به بندگی خدا بکشونن، برسونن. چقدر تلاش میکردن بشه، چقدر تلاش میکردن مردم اینو بفهمن، معرفت پیدا بکنن. اگه پیدا بکنن اینا به آقاشون میرسن، اگه معرفت پیدا نکنن باز عقب میفته، باز تأخیر میفته، باز تأخیر میفته تا اون آدما بیان. در قرآن هست فرمود که اگه شما نیایید من برام مهم نیست، شما رو میبرم آدمای دیگری میارم. دیدیمم ما که سنمون بیشتره، دیدیم خیلی آدما اومدن و رفتن، هی دوباره اومدن و رفتن، اومدن و رفتن. برای خدا آسونه. و که دید صلاحیتش رو نداریم، آمادگیش رو نداریم. و شما نگاه کنید در خود بحث انتظار ظهور، فکر میکنم از نظر روانی همه چی آماده است. و که انسان منتظر مصلح کله، دوست داره به اون از دیگتر باشه، پس باید صالح بشه، کاراش و حسابش میرسه، برنامه‌اشو. وقتی این هم اثر فردی داره، یعنی من شخصا تکون میخورم، هم اثر جمعی داره، یعنی با درست شدن یه نفر آقا نخواهد آمد، نمیتونه، از زمینه ظهور فراهم نیست، میخواد عالمو تسخیر کنه، یه نفر که کار ازش نمیاد. پس آقا یالین با هم جمع شیم، دور هم بیاییم، برنامه جمعی داشته باشیم. من نگم زنم به من چه، من نگم بچم به من چه، من نگم دوستم به من چه. آقا اگه تو مغازه دارم درست نشی، کار ما عقب میفته. اینجور که شد ظهور حاصل میشه، انشاءالله که بیاید. خلاصه که بحث ظهور وعده همه انبیاست و آرزوی همه اولیای الهی بوده و تلاش هم میکردن که هم خودشون هم جامعه رو اصلاح کنن. خدایا تو از کی شروع کردی که ما رو آدم کنی؟ نشده. چقدر پیغمبرات اومدن داد بیداد کردن، سر صدا کردن. اگه پیغمبر یه آدم آرومی بود، راحت میرم مسجد، میومد میرم خونش، کاری به کسی نداشت، کس کاریش نداشت. اما وقتی که بنده خدا خودش ساخته و تلاش میکنه، هی دلسوزی میکنه، مردم شما رو به کی به کی قسم، بیایید جمع شین، با هم باشین، وایسید، بندگی کنید، رشوه نخورید، رشوه ندید، مال مردمو از بین نبرید، بندگی خدا بکنید. وقتی بنا بکنید اینا رو گفتن، وقت یه ده منافعشون به خطر میفت، درگیر میشن و دارن میکشنش بند خدا رو. از کی؟ معمول انبیا شهید شدن. پیامبر که اصلا فرمودن که ما منا الا مسمومون او مقتولون، اصلا از ما هم اهل بیت هیچ کی نیست که یا مسموم میشه یا میکشنش باشه میشه. اما شما همینجور بوده، چون یه امام بگو به من که با مثلا مرگ طبیعی مرده باشه، اصلا اینجور نیست. این مال اینه که تو جامعه حضور و ظهور داشتن، بروز داشتن، تلاش میکردن دیگران رو امر کنن به خوبی، نهی کنن از بدی، مزاحم مردم از جلوی راه بردارن، خار جلوی راه رو بردارن، مردم مسیرشون هموار بشه، بتونن بندگی خدا بکنن. اگه اینجور بشه میرسیم. پس ببینید یکی از چیزهایی که در ظهور حضرت خوابیده و باید بهش توجه داشت همینه که در اصلاح خود، اونم اصلاح دینی، نه فقط خوشخلق بودن به هدف رسیدن به دنیا، نه خدمت کردن برای اینکه بگن آدم خوبیه، برای اینکه دفعه دیگه مردم کرنش کنن، نه، بندگی
به خاطر بندگی خدا اینجور بکن، دنباله باش خدا راضی کن. اگه اینجور بشه میرسیم به آقا، نزدیک میشیم به ظهور، خیلی هم زود نزدیک میشیم. و فکرم میکنم که آقا تصور بکنید اگه اومد چی میشه. اما اگه آقا اومد شما چی کاره اید؟ فکر میکنید کجایید؟ فکر کردید که کجای کار قرار داریم؟ آقا اومدن، فریاد زده شد ما اومدیم، بیای چی کار میکنید؟ میدونید بعضی ها روشون نمیشه، مثل من زمینگیر میشن، میخکوب میشن. بریم چی بگیم؟ او که همه چی رو میدونه، او که همه چی رو میبینه. مردم نمیدونن، مردم ظاهر قشنگ ما رو نگاه میکنه. شما کی از دل من خبر داری؟ بهتم گفتن نسبت به برادر دینید خوش میباش، ولی آقا که میدونه. برای همین هست در زمان ظهور منافق حتی تو پیشونیش انگار نوشته شده که این منافقه. امام آنن میشناسه. من فکر نمیکنم حالا به اثر ظاهر نوشته شده. امام یعنی اصلا همین، امام میدونه. بابا اینایی که یه کمی با امام بودن، با یه برخورد خدا بهشون فرقان داده بود، میفهمیدن این کیه. داریم به خود اهل بیت طرف اومد ابراز ارادت کرد، گو آقا این فرمودن میدونن، میدونن، میفهمن، نشون میدادن به بعضی باطن بعضی رو. برگردید به خودتون آقا تا فرصت هست، چون اگه اومدن دیگه نمیدونم اون موقع ایمان به درد میخوره یا نه. اگه نمیشه که ایمان رو یهو به دست آورد، ایمان خورد خورد باید به دست آورد. یکی یکی این گناه رو نکن ایمانت قوی میشه، این معصیت رو نکن ایمانت قوی میشه، سومی، چهارمی، پنجمی، دهمی جا میفته. در بعضی از روایات هست که موقعی که آقا ظهور کرد دیگه ایمان به درد نمیخوره. ایمانی که اون موقع میخواد ایجاد کنه فکر کنم اصلا شدنی نیست. آدمی که باور نداره چگونه میتونه قبل از این که چنین چیزی پیش بیاد که خدا نکرده دیر شده باشه، هر کسی خودش رو آماده کنه بندگی خدا بکنید. باز عرض میکنم تلاش بکنید در بندگی خدای تعالی، در هر سنی که هستی، در هر زمانی که هستی، در هر جایی که هستی، به اشکال مختلف میشه بندگی خدا کرد. در هر جایی هم فکر میکنم میشه بندگی خدا کرد. نمیدونم حتی تو آبدارخونه، تو چای ریز خونه، وسط خیابون، به عنوان یه پلیس، به عنوان یه راننده، همه اینا میشه بندگی خدا کرد. کاری نداره. تو خونه، بیرون خونه، نمونه هاشو همشو داریم. انبیا رو نگاه کنید، همه رقم ما انبیا داریم. همه رقم شغلی هم داشتن. خب بگه چی؟ خب بگه میشه. در هر سنی هم بگی بودن. در بسیاری از زمانها و ادوار مختلف هم بودن. و امروز خود حضرت بقیت الله ارواح مفدا تو همین جامعه ما کسیه که حتی به اعتقاد برخی از بزرگان نسبت ایشون با ائمه دیگه از بسیاری از ائمه کمالات ایشون و مقام ایشون بالاتره. وقتی امامی اسم ایشونو که میبره میگه که به ابی انت و امی پدر و مادرم فدات، یعنی که مقام ایشون از پدر ایشون بالاتر، که پدرشون امام بوده. این که میگه لو ادرکته ایام حیاتی لخدمتو، اگه در مدت عمرم ایشون رو زیارت کنم خدمتکارش خواهم بود، یعنی که بالاتر میشه. از این چیز رو فهمی شدنیه آقا جون، والا به خدا شدنیه. تختش نکنید الکی. همونطور که میشه آدم بشه از اشرار، همون جورم میشه بشه از اخیار. هیچ کاری نداره، یکم زور میبره، خب طبیعی است. من به هر جای به خود برسه زحمت بخواد. مگه میشه با سواد چی بدون زحمت؟ مگه میشه یک نون حلال به دست بیاری بدون زحمت؟ مگه میشه کدام کسب کمالی بدون زحمت حاصل شد؟ حالا کمال یا مادی باشه یا معنوی، زحمت بخواد. دنبالش باشید، دنبالش باشید، بلکه انشاءالله آقامون بیاد و بتونیم یاریشون کنیم و افتخار بودن با حضرت، لحظه ای بودن با امام عصر رو پیدا بکنیم. که فکر میکنم اگه دیگه با آقا باشیم و خیلی چیزا عوض میشه. ما کسانی هستیم که پدرمون بالا سرمون نیه. بالاخره بچه ای که پدرش بالا سرش نیست معلوم هم نیست چی میشه. تو کسی که بالا سرش باشه باباش، با این که غیبته میشه همکاری کرد که آقا بالا سرمون باشه ها، ولی بازم فرق میکنه. اگر زمینه ظهور فراهم شد همه چی عوض میشه. انشاءالله بشه بعد. میگه من امام جماعت یه مسجد تو بازار بودم، کارم این بود، زهرهایی که میشد میرفتم نماز جماعت اونجا رو میخوندم. میگه یکی شبا نماز که رفته بودم زودتر از وقت نماز بود، رسیدم جلوی مسجد، دیدم از انتهای بازار یه جنازه رو چند نفر به دوش گرفتن دارم میارم. یه خود اومدم جلوتر، دیدم
تنبالایی رو به دوش گرفتن، آدم های سطح بالایی نیستن، زن اون آدم مهمی نبوده این که مرده، چهار پنج نفر هم بیشتر دورش نیستن. همینطور که میومد جلو دیدم میرزا حبیب که بزرگ کسبه تاجران اونجا بود و همه به سرش قسم میخوردن، داره پشت سر این جنازه تو سر خودش میزنه و گریه میکنه. من خیلی تعجب کردم میرزا حبیب با این اعتباری که تو بازار داره، اگه قومخیشش هستن که مردن پس چرا اینجوری دارن پشیش میکنن، اگه دوستاش هستن پس چرا کسی نیست دنبالش. چهار نفر آدم احترام به صاحب از آن اینه که اول به تعداد کسی مردم بیان احترام بذارن. چهار تا آدم اومدن دیدن با این اعتباری که داره تک و تنها اومده. یه خیلی تعجب کردم تو فکر بودم میرزا حبیب رو کرد به من و این جمله رو گفت: آقا جماعت نمیخوایی بیایی تشی جنازه یکی از عمریا و خدا. یه من خیلی تعجب کردم اینو که شنیدم رفتم منوار جنازه. این مسئله جولانی رو رفتیم رسیدیم به غزفال خونه، جنازه رو که بردن میرزا حبیب همین جور دوبار گریه و زاری خودش بوده یکم که آرون شد. من داشتم با خودم فکر میکردم که چه اشتباه میکردم، نماز اول وقتم رو گذاشتم کشیده آمده دوبار جنازه. من حسابی نمازتو میخوندیم چه کاری که بگید دوبار این جنازه که من روز ازم کیه؟ خوب دقت کنید چی دارد هم میگه میشه. میگه سوال کردم میرزا حبیب جریان چیه این کیه؟ گفت جریانش مفصله بشین برات بگم. گفت من سال گذشته مشرف شدم برای مکه، برای رفتن حج به مکه. قبل قدیم و نصر بود که می رفتن اول زیارت عتبات عالیان و از اونجا از راه زمینی که داره می رفتن مکه اونجا اعمال به جا می بردن. میگه ما تو نجف که بودیم پولای من رو زدم، اجناس من رو همه رو بردم، من موندم و خودم هیچی نداشتم، حتی تنها دوام نمیشد به فارمانیان بگم که بابا چیزای ما رو بردن کمکم کنید پیدا کنم. گفتم اونا اسیر میشن، زشت کار درستی نیست، فرداش هم برای خود بریم. گفتم اینجا بمونم بهتر، حتی اول شاید فرجی بشه و بتونی پیدا کنیم. اونا راهی شدم رفتم، گفتم من اینجا میمونم بعدم به شما ملحق میشم. هرچی اصرارم کردن ایدتش بهشون نگفتم. دست به توسط دامان آقا امیرالمومنین زدم، فایده نداشت، هرچی التماس میکردم تصمیم گرفتم برم به مسجد کوفه. بیام تو تورا که میرفتم شب بود، تورا متأثر شدم با آقا تطب درسن که آقا اگه میشه یه فرجی برای من حاصل کنید. یه تو همین حال خودم که بودم دیدم یه عصبانی به من نزدیک شد. وقتی اومد پایین به چهره آقا که نگاه کردم صفات و ویژگی های امام رو خونده بودم، فهمیدم که این امام زمان منه. خوشا به حالش هر کسی داره دیدارش نداره. یه خودم رو انداختم به دست باش دبنه هستم باجیم اومدی به دیدار ما. از ها فرمون چی شده؟ خودم این چی آدارم مسجد کوفه نمیخواستم برای آقا بگم. از ها فرمون هرچی هست به ما بیارم. گفتم آقا جریان اینه، هموار من رو دوست برده هیچی ندارم، اما از اینجا بردش رو خوب بشونه. از ها فرمون حالو بیا جلو. حالو به کسی گفته میشه که این خود آدم مثلا بنزهنی باشه، اصطلاحش میگیم نفر، آدمی که خیلی آدم حسابی نیست میشه میگن حالو. طرف حالوه. حضرت فرمود حالو بیا اینجا. دیدم یک نفر از پشت سر حضرت داره میاد، یه لباس کهنه یه بچن کرده، اومد جلوی من نگاه کردم تو چهرش، دیدم همون شخص حمالیه که تو بازار اصفهان حمالی ماها رو میکنه و ما اسمش رو بهش میگیم حالو، اسمش میرزا حسینه اما ما صداش میزنیم حالو. یه آدم فقیر بی چیز اصطلاح ندار. از افران بودم حالو هر چی ازش بردن بهش تحویل میدی. میگه من تا نگاه کردم دوباره به این شخص دیدم آقا نیست. میگه من با این شخص رفتم تمام انبار من رو برد، گفت نگاه اندازم این چیزی کم نشده. میگه نگاه اندازم دیدم انگار هر دفعه از جایی برای من
خورده. گفتم نه سریع و سالمه. بعد به من گفت پشت سر من قدم بردار، من تو رو میرسونم به کاروانی ها، تو رو میرسونم به مکه. میگه چند قدم که رفته میدیم تو مکه. اینا با اونه آقای خدا با من یه قرار گذاشت، گفت امانت که تموم شد میان فلان جا با هم برمیگردیم. میرزا حبیب میگه تو این یکی دو هفته این که من داشتم اعمال رو به جا میوردم، همش فکرم و ذهنم به یاد چهره دلربای یوسف زهرا، که یعنی میشه منم یه بار دیگه آقامو ببینم. میگه اومدم سر برام دیدم حالو وایساده پشت زنش، اومدم چند قدم دیدم تو شهر خودمونم. گفتم خیلی به من لطف کردی، میخوای یه کاری برات انجام بدم؟ گفت آره، هفته یه دیگه پنجشنبه صبح میای خونه ما. گفتم چشم. میگه ما رفتم تو خودشم رو نشستیم طبق برنامه، همه کسبه اطرافی هم فامیل دوست آشنا همه برای زیارت ما اومدن، حالو من برای دیدن من اومد. میگه من پشتم احترامش بذارم به من اشاره کرد که بشین. هیچی نه، یه آدم جنده پویشه، یه نوکن، یه همه که احترام نداره، احترام داره نه. میرزا حبیبی که همه روز سرش قزم میخورن که برایش نرد باشه وایسه، اما مردم نمیدونن کسی که چشماش لایق دیدار پسر فاطمه است، کسی که با امام زمانش در رابطه است. جعلنا من المسافرین الیه فی قدام حوادجه. دعای مدنه میخونیم که خدایا ما رو از کسانی قرار بده که حوادج حضرت عبدالحسن رو برابر بکنیم. این از اون دست است، از اون گروه. میگه طبق برنامه قرار پنجشنبه من برم دیدنش. پنجشنبه صبح رفتم، زودتر رفتم که بلکه زودتر ببینمش، دل تو دلم نبود. میگه هرچی گشتم خونش رو پیدا نکردم، اینقدر گشتم تا زود خونش رو پیدا کردم، یعنی هم زمانی که خودش رفته بود بیان. میگه زود خونش رو پیدا کردم، اومدم برم تو. گفت میرزا حبیب مولای خودتو نمیشناسی دیگه، مولای تو امام زمانه بود. میگه باز دو دسته دارم تو سرم که دوباره امام زمانم رفت و نتونستم حداقل یه بوسه به دستش بزنم. گفتم چی شده با من، چیکار داشتی؟ گفت تو فلان ساعت چهار تا نوکر و حمال میگیریم میان، من از دنیا میرم، من رو تشریف میکنی و میبری به سمت تخت فولاد برادر. این جریانیه که من پشت سرش دارم میام، این حالوه، اون کسی که ما بهش احترام نمیذاریم.